بابا جان آثار زخم‌هایش را به طبیب نشان می‌دهد. زخم‌ها نو نیستند. با گفتش 5 سال پیش در ارتش به چنین حال گرفتار شد. در این مدت برای بهتر شدن سلامتیش تلاش دارد. حالا برای معاینه نزد عصب‌شناس آمده است. زدن هم با کارمون دخترم بردن. شاه خوکن خزین یا کار نمیکنه اساسا. چور خوکنم میجون کار نمیکنم اجون سیاشیده. وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن اپیرستم کردم. لطه اپیرست کردن در پشتم شکاف شید. بابا جانی 23 ساله داوطلبانه به ارتش رفته است. ماه اکتبر سال 2017 به صف سربازان قسم نظامی 3502 متعلق به وزارت کارهای داخلی پیوست. اما بعد از یک ماه خدمت در بیمارخانه بستری شد. مقامات آن زمان گفته بودند بابا جان هنگام درس به سکته حرام مغز گرفتار شد. حرفایی که این جوان رد میکند و میگوید ضربه سخت کهنه سرباز بدیلش او را به این حال گرفتار کرد. یولت که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودم های عوض خدمت رفتن روشان دست کشیدن از خدمت تربی. بابا جان مادرش را بر وقت از دست داده است. پدرش هم جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. به این جوان از روزهای اول حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی کمک کردند. پول تشخیص و تبابتش از حساب همین سازمان است. بعدی رسانه‌ای شدن قضیه بابا جان سال گذشته خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها به تاجیکستان آمده درباره او فیلم تهیه کردند. بعد نمایش فیلم در هلند خیرخواهان برای او پول جمع کردند. در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم این بعد وضع زندگیش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند. بدرفتاری یادی دفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می‌یابد. دفتر آزادی های شهروندی به حمایت از حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغول است. قربانیان مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای به ما وابسته به کمکی یوریدیکی یعنی ادوکات مراجعه میکنند. ما ادوکات پیشنهاد میکنیم و در برابر این ما کمک اجتماعی میرسانیم در همچون رسانیدن یاری طبی اجتماعی. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته گفت در سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول با امید آنکه او را تبابت میکنند به جای شکایت نکرد ولی بعداً پشیمان شد. حالا خودش تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد. سروینوزی روح‌الله شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.